رویدادهای سیاسی اخیر ایران و جو سنگین حاکم بر کشور تأثیر عمده‌ای بر فضای فرهنگی و هنری ایران داشته. سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت و محدودیت‌های تازه‌ای که برای هنرمندان و اهالی فرهنگ پدید آمده با اعتراضات بسیاری همراه شده. اعتراضات درون مرزی و برون مرزی گسترده‌ای که نارضایتی فزاینده مردم را حکایت می‌کند. امشب با یکی از دوستان خوب برنامه مسعود اسداللهی، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده ساکن لس‌آنجلس هستیم تا درباره مسائل مختلف به موضوع صحبت کنیم. آقای اسداللهی، به شما سلام میکنم، سپاسگزارم از اینکه در شهر لس‌آنجلس با ما هستید. درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون. آقای اسداللهی، رویدادهای اخیر ایران چه بازتابی در شهر لس‌آنجلس داشته؟ در شهر فرشتگان چه میگذره این روزها؟ در شهر فرشتگان همچنان مثل آرم برنامه‌ای که دارم میگم، همچنان در سفرم من در لس‌آنجلس. چه بخواهیم و چه نخواهیم، خدمت شما در مقابل خبرهای ریز و دروش از وطن هستیم، در مقابل هنرمندانی که از داخل وطن به لس‌آنجلس میان هستیم، در ارتباط با خبرهایی هستیم که امام جمعه همین هفته در دانشگاه تهران میگوید، به هنرمندان پیام میدهد که این ورا پیداتون نشه. به این فکر میکنیم که چگونه اون هنرمندان میتوانند به این طرف بیان و ما براشون دست بزنیم، به استقبالشون بریم و چگونه است که ایران میخواد، حاکمان ایران میخوان که این ارتباط رو، این تعامل رو، این ارتباط فرهنگی رو با جهان داشته باشن، اما با مردم چند میلیونی رفته از ایران، حالا به نام مهاجر، آواره، خود تبیدی، این رو نمیتونن به وجود بیارن. خب بعد من دوباره فکر میکنم وقتی که بچه های بعد از انقلاب، نسل بعد از ما فیلمساز شدن در ایران، حتی افتخار آفریدن، جوایزی برای ایران، برای سینما ایران ابتدا و جمهوری اسلامی آوردن، امروز مثل پناهی کنج خانه شون هستن و در ذهنشون فیلم میسازن. تضاد حیرت انگیزیه، چه در اینجا و چه در اونجا. آقای اسداللهی، شما سال هاست که در برنامه های رادیو تلویزیونی خودتون درباره مسائل مختلف ایرانیان برون مرزی صحبت میکنید، ایرانیان مهاجر. به نظر میرسه که ظرف این چند ماه گذشته یک سردرگمی خاصی حداقل در بین گروهی از رسانه های لس‌آنجلس وجود داره. مشخص نیست که چگونه میخوان به رویدادهای ایران نگاه کنن و چه جایگاهی دارن. نظر شما در این باره چیست؟ چه برداشتی دارید؟ دقیقاً آقای بهنود، حیرانی عجیب و غریب که به گمان من بعد از هر چند دهه جامعه یا تاریخ پوست باید بیاندازه، رسانه های ایرانی که امروز به زبان فارسی در جهان پخش میشه، میگویند بین 40-50-60 رسانه 24 ساعته هست، حالا آمریکا، اروپا، دبی، این طرف اون طرف، که به طرف ایران سعی میکنن که برنامه بفرستن. همین تازگی من تلویزیون رو میدیدم که پشتوانه قوی داشت به لحاظ اقتصادی، اما روزی یک ساعت و نیم مثلا برنامه پخش میکرد، اون هم برنامه اخبار، سر و وضع شیکی داشت، سعی میکردن رقابت بکنن با مثلا سی‌ان‌ان. ولی آنچه که درش نمیدیدی تلویزیون مهاجران بود. این رو هنوز بعد از 30 سال اکثریت یا همه تلویزیون های ایرانی به اون دست پیدا نکردن. به همین دلیله که الان تلویزیون های از اروپا به طرف ایران پخش میشه که میگویند 24 ساعته فیلم های مکزیکی رو دوبله میکنه و به ایرانیان داخل به سرزمین میفرسته، اما ما این طرف سرمایه های گزاف رو میگذاریم و بدون اطلاع و یا برای کسب قدرت یا برای اینکه خودمون رو نشون بدیم یا واقعا منصفیم، صادقانه پا گذاشتیم، اسیر کسانی شدیم که فقط
اخبار رو به خورد مردم ایران میدیم. تلویزیون مهاجر، تلویزیون مهاجران باید خصوصیاتی داشته باشه، از قصه هاشون، از قصه هاشون، از شادی هاشون، از جوانانی که اینجا دارن بزرگ میشن، از هنرمندانی که اینجا کار میکنن یا افسردن یا دست به خودکشی زدن در تمام جهان یا گوشه ای کز کردن و دارن به این جهان نگاه میکنن. تلویزیون ها دنبال این جور مسائل نیستن. از طرفی کنسرت های بزرگ رو در امارات از دست دادن، حیرونن، بیشترشون برشکستن و سعی میکنن دوباره برگشتن به 20 سال قبل در لس آنجلس، 30 سال قبل که تلویزیون های نیم ساعته و یک ساعته بود و آگهی های روزانه مارکت های ایرانی و پزشکان و این چیزها رو پخش میکرد. حیرانی در همه جاست، این طرف و اون طرف. شما در صحبتاتون به جعفر پناهی اشاره کردید. خب همه بینندگان ما با مشکلاتی که ایشون داشتن آشنا هستن. بعد از آزادی آقای پناهی در چند مصاحبه تلویزیونی شرکت کرده یا به هر حال با خبرنگارانی به سوال و جواب نشسته. یکی از اون نقل قولایی که جالب آقای اسدالله این که ایشون گفتن با توجه به شرایط فعلی من این روزها در ذهنم در سرم فیلم میسازم. واقعا چه پیامی داره این موضوع؟ فیلمسازی که در حد جهانی هست، جوایز بین المللی گرفته، ولی باید به قول خودش در ذهنش فیلمسازی کنه. ببینید، منو یاد ایلماز گونی میندازه، فیلمساز معروف ترک که از زندان فیلم ساخت، فیلم یول رو درباره فرار آدم ها، آزادی خواهان، آدم هایی که معترض بودن از ترکیه به آلمان و او در سلول زندانش بود، به وسیله اسیستانی که داشت اینها رو دیکته میکرد و دستیار او که دستیار کارگردان بود در بیرون فیلم یول رو ساخت و یک سالی در فستیوال کن جایزه اول فستیوال رو برد. هنرمندان که میخوان مستقل باشن، میخوان به قدرت نچسبن، میخوان پشتوانه اطلاعاتی نداشته باشن، رفیق سازمان اطلاعات نداشته باشن و نباشن، همین ماجرا رو دارن، چه در گذشته و چه در امروز. طبیعیه که در ذهنش سوژه ها رو داره، فکر میکنه، اما یک روزی باید اینها به یک شکلی پیاده بشه. هنرمند متحد امروز این طرف جهان هم همین اسارت رو داره. ما خودمون شاید تعجب بکنید که ما به گونه دیگری در این جا در سانسور هستیم، ما این طرف و اونها اون طرف، و حیرت انگیز اینه که بعضی وقتا به سر بعضی ها میزنه، هنرمندان، حالا آوازخوانن، ترانه سازن، بازیگرن، که میخوان برگردن به وطنشون، کاری هم ندارن، جنگ هم نمیخوان بکنن، اما پیام مسئولین دوگانه است، پر از تضاد. بعضی ها رو دعوت میکنن که چرا به سرزمینتون بر نمیگردید، بعضی ها هم امام جمعه میگوید که این طرف ها پیداتون نشه و اگر برگردن اونجا باید کار کنن، یعنی نفس بکشن، اما نمیتونن کار کنن و میرن گوشه ای یا معتاد میشن یا ادامه میدن همون راه رو، مثل خیلی ها به سکته میرسن. این داستان روزگار ماست. تا اینکه فردا به کجا برسه.